از بلخ تا قونیه، برنامه در گستره زندگی و اندیشه های عارفانه مولانا جلال الدین محمد بلخی. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگاری وصل خیش. سلام و رحمت خداوند بر شما باد. این برنامه را من پرتوی نادری همراه با همکارانم برای شما ارائه می کنم. برنامه از بلخ تا قونیه چنان پنجره رو به سوی ابعاد گوناگون زندگی، شعر و اندیشه های عارفانه عالم ربانی مولانا جلال الدین محمد بلخی گشوده شده است. در این برنامه همچنان به دنبال سید برهان الدین محقق ترمیزی هستیم که پیوسته در تلاش آن است تا از مولانا یک ظاهر صوفی به بار آورد. سفر مولانا به شام و حلب 7 سال را در بر گرفت. هنگام سفر فرزند بزرگ او سلطان ولد 8 سال داشت. سید برهان الدین در این سالها دیگر پیر و درمانده شده بود. با این حال پیوسته در میان قیصریه و قونیه در رفت و آمد بود. او خود را جدن متعهد می دانست تا از خانواده و مدرسه مولانا مواظبت کند. سید در این چهره بیشتر از این که یک عارف عابد باشد، به یک عیار و جوان مرد همانند است. مولانا به سال 637 قمری به قونیه برگشت. او در راه رسیدن به قونیه نخست جهت دیدار مرشدش سید برهان الدین به قیصریه رفت و از آنجا همراه با او به قونیه بازگشت. علما، بزرگان و مشایخ قونیه با تحسین و افتخار از او استقبال می کنند و از همه مهمتر سید برهان الدین در دیدار خود در قیصریه و بعداً در قونیه در میابد که مولانا در علم قال و علم حال به آن مراحل رسیده است که او آرزو می کرد. با این حال از نظر سید هنوز تربیت صوفیانه مولانا به پایان نرسیده است. عطاءالله تدین در کتاب مولانا ارغنون شمس می نویسد که پس از بازگشت مولانا به قونیه، سید برهان الدین به او دستور می دهد تا 3 چله را در خانقاه پدرش به ریاضت بنشیند. برخی از پژوهشگران باور دارند که در این مرحله هنوز شخصیت مولانا درگیر گرایش های متضادی بوده و سید برهان الدین دریافته است که مولانا به سبب دانشی که در حلب و شام فرا گرفته برایش نوع حس خیشتن بر تربینی دست داده است و چنین حسی می تواند بر گرایش های صوفیانه او اثر ناگواری بر جای گذارد.
بناهن به او هدایت می دهد تا چنان سالیک مبتدی به چله نشینی و ریاضت بپردازد و این امر اوج کمال استادی سید برهان الدین را نشان می دهد. سید برهان الدین واعظ پرشوری بود. او غیر از مجالس وعظی که برای همگان برگزار می کرد مجالس ویژه نیز داشت که در آن بیشتر یاران همدل و محرم گرد می آمدند و غالباً گفته های او را یادداشت می کردند. امروزه آنچه بنام معارف محقق ترمذی وجود دارد نتیجه همان مجالس وعظ است. سید برهان الدین محقق ترمذی در مجالس وعظ پیوسته سخنان و اشعار حکیم سنایی را بر لب داشت. عقیده‌ای وجود دارد که ذوق شعری مولانا که سالها بعد از خاموشی او چنان فواره از نور معرفت و عشق به فواران در آمده باید تا اندازه نتیجه تربیت معنوی سید برهان در این زمینه بوده باشد. به گفته انمار شمل، سید برهان معلم سختگیر و بسیار زاهد بود. در مقالات او که از بسیاری جهات شبیه مقالات مرشدش بهاءالدین است، می توان به تأثیر شدید سنایی بر او پی برد. از سخنان سید برهان، آنچی که در معارف او بر جای مانده است، سخنانی از کوتاه، پر از حکمت و اندرز و پیامبرگونه چنان که گوید: اگر تو را در پای خار خلد همه مهمات جهان بگذاری و بدان مشغول شوی، همچنین در حق برادر خود می باید بود. و یا در جای دیگری از او آمده است: از هر چیز گریختن آسان است، از نفس خیش گریختن دشوار است و منبع آفات تو نفس است. آمده است که از سید برهان الدین محقق ترمذی پرسیدند که راه را پایان است یا نی؟ فرمود: راه را پایان هست، اما منزل را پایان نیست، زیرا سیر دو است، یکی تا خدا و یکی در خدا. آن که تا خداست پایان دارد، زیرا گذر از هستی است و از دنیا و از خود. این همه را آخر است و پایان، اما چون به حق رسیدی بعد از آن سیر در عالم اسرار معرفت خداست و آن را پایان نیست. سید برهان الدین محقق ترمذی به سال 638 قمری در شهر قیصریه چشم از جهان پوشید. مولانا جلال الدین و صاحب شمس الدین اصفهانی به تعزیه داری او پرداختند. خاموشی او برای مولانا یک بار دیگر یادآور خاموشی پدر بود. سید برهان را همانجا در قیصریه در خانقاهش به خاک سپردند. آمده است که هنگام مرگ این شعر را برمی‌خواند.
ای دوست قبولم کن و جانم بستان، مستم کن و از هر دو جهانم بستان. با هر چه دلم قرار گیرد بی تو، آتش و من اندر زن و آنم بستان. شمیل در کتاب شکوه شمس می نویسد که هنوز آرامگاه سید برهان الدین محقق ترمیزی در قیصریه، زیارتگاه صوفیان، پرهیزگاران و اهل عرفان و طریقت است. او چنین تصویری از زیارتگاه برهان الدین محقق ترمیزی به دست می دهد: گلها آرامگاه برهان الدین محقق ترمیزی را در میانه گورستان قدیمی در بر گرفتند و کوه با عظمت پوشیده از برف ارجیاس در جنوب قونیه بر فراز آن قد برافراشته است. مسلمانان پرهیزگار ترک هنوز هم به زیارت این مکان می روند. شنوندگان عزیز، همینجا در شهر قیصریه در زیارتگاه سید برهان الدین محقق ترمیزی پنجره این برنامه را می‌بندیم تا دمی دیگر که پنجره برنامه دیگری را بر روی شما می‌گشاییم. شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم.